آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. بیننده عزیز و ارجمند، سلامای گرم خود خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم. شما در برنامه زوره با من زوره یوسف داوود هستین که از روی شبکه جهانی آریانا افغانستان به طور زنده و مستقل پخش می گردد. امروز شنبه 14 دسامبر سال 2013 میلادی مطابق 23 قوس 1392 هجری شمسی است. در هر نقطه دنیا که هستین امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. متاسفانه با تاسف اطلاع گرفتیم که یک تن از افغانای بسیار صادق و یک افغان بسیار زحمتکش ما، جناب محترم عبدالرؤوف مقصودی، که از افغانهای موفق و تاجر ورزیدی بودند، در اثر مریضی که آید آلشان بود در شهر در استیت نیوجرسی دعای عجل لبای گفتند که خداوند اونا را غریق رحمت کنه و به خانواده محترم مقصودی و مخصوصا به همسرشان و فرزندایشان عرض تسلیت میکنم. آقای مقصودی از دوستای قدیمی ما بودند، از افغانستان با ما دوست بودند، خانوادهشان، همسرشان، فرزندایشان امروز که در جمع ما نیستن واقعا یک ازای بزرگ است و چنانچه در دوره بعد از 11 سپتامبر هم در افغانستان فعالیتایی داشتن و کمکایی کردند و آقای مقصودی از جمله کسایی بود که بسیار زیاد به برنامه ما علاقه داشتن، چنانچه کمکای مالی به این برنامه می کردن و در سفر اخیری که به سان دیگو داشتن من صحبت کوتاه تلفنی امرشان داشتم، اما تصور نمی کردم که اینقدر زود در جمع ما نمی باشن. خداوند اونا را غریق رحمت کنه و باز هم به خانواده محترمشان عرض تسلیت میکنم. خب دوستان عزیز و ارجمند، برنامه امروز ما یک برنامه فشرده هست که در ساعت اول ما روی یک شخصیت بسیار مهم افغانستان صحبت میکنیم که اونا هم در جمع ما نیستن و متاسفانه در موردشان بسیار کم شنیده شده، و در ساعت دوم از فرانسه ما آقای امین کریم نماینده خاص حزب اسلامی حکمتیار می داشته باشم که راجع به تحولات اخیر امروشون صحبت های خود داشتم. اما قبل از اینکه ما در مورد جناب محترم و مرحوم دکتر ولید حقوقی صحبت های داشته باشیم که یک تن از افغانایی بودند که در دهه دموکراسی نقش بسیار بارز را در افغانستان بازی کردند و به شما معلوم است که سال آینده 50 سال از دهه دموکراسی در افغانستان میگذره که یک مسئله بسیار مهم است و من میخوام که این موضوع را یقینا در سال آینده هم دنبال کنم. اما قبل از اینکه به این موضوع بریم، بیننده عزیز، ماندار مصاحبه آقای کرزی در مورد توافقنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان بسیار صحبت های جالب را کردن آقای کرزی، چنانچه با مصاحبه که امرای اخبار لوموند نمودن، لوموند فرانسوی، و در مصاحبه که با یک تلویزیون خصوصی هندوستان انجام دادن، آقای کرزی ایالات متحده امریکا را یک قوت استثماری و استعماری گفتن. او بسیار لغات کلان استعمال شده بعد از 13 سال داخل شدن امریکا به افغانستان، و آقای کرزی که با ایالات متحده امریکا آمدن و تضمین سیاسی و نظامی از پیششان گرفتن، و چطور شد که با یک بارگی رئیس جمهور افغانستان در نشست‌های مطبوعاتی گویا ایالات متحده امریکا را در این جهانی که ما جهان گلوبالایزیشن هستیم از نگاه اقتصادی، سیاسی و نظامی دنیا به هم آمیخته، اینا را یک قوت استثماری و استعماری یاد میکنم که واقعا قابل تعجب است به نظر ما که آیا من حیث یک سیاستمدار افغانستان که همیشه سیاسیون افغان یک به یک بارگی ملی گرا میشن و یک دفعه میخواین که از قدرت هایی که کمکشان کرده دوری کنن، که ما این مسئله را در مورد خود آلازت امان الله خان داریم. وقتی که استقلال افغانستان از نسل انگلیس ها گرفت، انگلیس ها با آلازت امان الله خان گفت که تو باعث گرایشی به طرف شوروی پیدا نکنی، ما تو را هر آن چی دلت بخواه کمک میکنیم، اما آلازت امان الله خان گفت که من یک آدم مستقل هستم و افغانستان یک سرزمین مستقل است،
بناهن با هر کشوری که رابط می داشته باشم مربوط خود ماست و متاسفانه بعد از 10 سال از صحنه سیاسی افغانستان رفت. به همین ترتیب سردار داوودخان شهید هم در مقابل اتحاد جماهیر شوروی وقت استاد شدن و از ریاست جمهوری به اصطلاح از بین ریاست جمهوری وقتشان از بین رفت و گویا کودتای در افغانستان به وقوع پیوست و امروز هم آقای کرزی به تعقیب دیگر سیاسیون افغانستان شاید می خواهند که در این لحظات آخر ریاست جمهوری خود که چند ماه ازش کم مانده بخواهد که باعث یک افغان میلگرا عرض اندام کنه و گویا از نمی خواهد توافقنامه امنیتی را امضا کنه و با چنین سخنای صحبتای میکنه. البته این یک طرف قضیه است. قضیه از طرف دیگیش هم این است که امکان داره نمی خواهد به سرنوشت دکتر نجیب به اصطلاح سردوچار شوه و گویا دل کسایی را که مخالفین دولت فیلیشان است دل از اونها را به دست بیاره. و موضوع تحلیل سیوم هم این شده میتونه که گویا خود ایالات متحده آمریکا دستوری این صحبت ها را با آقای کرزی گفته که انجام بده، شاید میخواهد که به یک بارگی با به اصطلاح حفظ آبرو از افغانستان برایه و به این ترتیب با یک توافقات با حزب اسلامی حکمتیار و طالبا یک جریان سیاسی دیگر در افغانستان بوجود بیاره. اما شاید سوال هم خلق شود که ای کاش آقای کرزی امی تقاضایی را که امروز میکنه روی کاغذ مینوشت به گلوی جرگه افغانستان به گلوی جرگه به اصطلاح یا به جرگه مشورتی ای تقاضا را میداد و میدید که مردم افغانستان چی میخواهند بگویند و چی تصمیم میگیرند و او وقت میتونست منعیس یک لیدر دلسوز میگفت که من ای جام زهره من مینوشم و به خاطر منافع والای افغانستان در پهلوی یک ابرقدرت بزرگ جهان میخوایم قرار بگیرم. هر آنچه که تاریخ در مورد ما قضاوت میکنه قضاوت خودش بکنه. چرا اگر این صحبتهایی را که امروز آقای کرزی میکنه که گویا امریکا یک دولت استثماری و استعماری است، اگر این را آقای حکمتیار میکنه درست است، اگر این را آقای مسعود زنده میبودن انجام میدادن درست بود و اگر این را اقانی حتی انجام میداد این صحبت ها را میکرد درست و حتی ملا عمر به خاطر اینا کسایی هستند که در کوها و دشت های افغانستان جهاد کردن و جنگ کردن. اما اگر یک شخصی با قوت های امریکا به افغانستان میآید و امروز ادعا میکنیم که امریکا به خانه های افغانها داخل نشود، اما امریکا 13 سال پیش بدون اجازه به خانه افغانستان بزرگ داخل شد. به هر حال امید است که هر چی که به خیر و صلاح مردم افغانستان باشه امو چیز صورت بگیره. دوستان عزیز و ارجمند، ما یک افغان بسیار عزیز خدا تقریبا 30 سال پیش از دست دادیم، یک افغانی را که واقعا اینا برای افغانستان خدمات بسیار زیاد را انجام داده بودند و به تاریخ 9 دسامبر سال 2013 میلادی تقریبا 30 سال از وفات این شخصیت مبارز افغان و این شخصیت صادق و کاریگر افغان که برای افغانستان یعنی خدمات صادقانه انجام دادن گذشت که جناب محترم دکتر سپ ولید حقوقی است که در این برنامه‌های تلویزیونی که در این سال‌ها ما داشتیم ما بسیار زیاد کم در مورد آقای حقوقی صحبت کردیم و امروز یکی از مسائل عمده‌ای که در افغانستان به وقوع می‌پیونده و به وقوع پیوسته موضوع فساد اداری است بیننده عزیز و موضوع محاکمات و قضات افغانستان است که قوه قضایی افغانستان که به اصطلاح مرجع تصمیم گیری آخری میباشه این قوه متأسفانه فوق‌العاده فلج است و این مسئله باعث شده که ما به گذشته های افغانستان میریم، به افغانستان دهه دموکراسی میخواییم بریم که در اون زمان که استر محکمه افغانستان به وجود آمد قضات از چی قرار بود و آقای حقوقی در مسئله استر محکمه و قضات چی نقش بارزی را بازی کردن. البته بسیار جای تاسف است که امروز افغانستان از پایان به جمله 3 کشور جهان از نگاه فساد اداری قرار گرفته. مسئله انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و در عین زمان روزنامه های جهان به تحقیر و توهین از فساد اداری افغانستان یاد میکنند و عربان از خود سوال میکنند اگر یک کشوری که به اساس دموکراسی نظامش ساخته شده و 3 قوه قضاییه مقننه و اجرایه نقش بسیار بارز را داره و خصوصا قوه قضاییه، چرا قوه قضایی افغانستان یک قوه قضایی بسیار بدنام است و چرا در مقابل محاکماتی که باید به شکل قضایی و اصولی در نظام و در سیستم صورت بگیره محاکمات صحرایی به وجود آمده که ما میبینیم که زنها سنگسار میشن، دست بریده میشه، پای بریده میشه و طالبان محاکمات خودشان در پهلوی محاکمات اصولی دولت پیش میبرند.
به هر حال ما میخوایم راجع به دکتر سید ولید حقوقی یک اندازه من خودم شخصا صحبت کنم، راجع به سوانشان که کی بودن، در کجا تولد شدن و چه کارهایی را انجام دادن. و باز بعد از او ما میمانای عزیز را روی خط تلفن داریم، کسایی که از نزدیک دکتر سید حقوقی را میشناختن. البته زمانی که ما جوان بودیم همیشه نام دکتر سید ولید حقوقی در خانه ما موضوع بحث و مطرح بحث بود، چون از دوستای خانوادگی و از دوستای مامای ما بودن. ولی امروز ما میبینیم که عدم موجودیتشان در سیستم قضایی افغانستان چقدر یک مسئله مهم است. دکتر احمد ولید حقوقی در یک فامیل سرشناس به تاریخ 3 جوزای سال 1312 شمسی مطابق 22 می 1933 در شهر کابل چشم به دنیا گشود و بعد از فراغت از لیسه استقلال در سال 1334 یعنی 1955 شامل پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گردیدند. و پس از اخذ لیسانس و عضویت کادر تدریسی آن پانزده پذیرفته شدند و در سال 1339 مطابق 1960 با استفاده از یک بورس تحصیلی عازم کشور سوئیس شدند و در یونیورسیتی دولتی باسیون در شهر ژنو به تحصیل ادامه داد و در سال 1965 به اخذ درجه دکترای دولتی در رشته حقوق جزا و حقوق عامه از آن یونیورسیتی به وطن برگشت و دوباره به حیث استاد پوهنتون در پانزده حقوق علوم سیاسی پوهنتون وقت به تدریس پرداختند و در سال 1966 با حفظ حقوق استادی به حیث مشاور حقوقی صدر اعظم وقت که مرحوم محمد هاشم میوندوال بود با حق حضور در مجلس وزرا مقرر شدند. در همان سال وقتی که اداره جدید سارنوالی تأسیس گردید، ایشان به عیس معاون لوی سارنوال تحت اداره وزیر عدلیه وقت مرحوم دکتر عبدالحکیم طبیبی تعیین شدند که در تشکیل و انکشاف این اداره نقش بسزا داشتند و متعاقبا انگامی که مرحوم دکتر محمد ایدر وزیر عدلیه شد، دکتر حقوقی در حالی که مسئولیت امور سارنوالی و تدریس در پوهنتون را بین بوده داشتند به مقام معینیت از وزارت این ارتقا یافتند. با مطرح شدن استقلال قوای قضایه که بسیار یک مسئله مهم است بیننده عزیز، که در بسیاری ممالک جهان آخرین مرجع تصمیم گیری قوای قضایه می باشد، چنانچه در ایالات متحده آمریکا می کار شده. با مطرح شدن استقلال قوای قضایه از قوای اجرایه بر طبق قانون اساسی جدید 1343 و برای تشکیل اداره عالی قضا زیر نام استر محکمه، دکتر حقوقی در سال 1346 نخست به عیس آمر عمومی اداری استر محکمه و بعد از یک سال به اکمال سن قانونی که 35 ساله بودند و جوان بودند و حفظ مقام آمریت اداری به عیس یکی از 9 تن قضات استر محکمه تحت ریاست قاضی القضات مرحوم پوهان دکتر عبدالحکیم زیایی منصوب گردیدند. در دوره 13 انتخابات شورای ملی با انفاذ قانون انتخابات و وسیله فرمان تقنینی دکتر حقوقی از طرف پادشاه به عیس رئیس کمیته عمومی کمیته مرکزی نظارت انتخابات تعیین شدند و در دوره 14 شورا با اینکه پادشاه ایشان را بر ریاست نظارت بر انتخابات توظیف کرد، ولی از قبول از این مسئولیت نظر به ممانعت قانونی مذرت خواستند. و بعد از سقوط رژیم شاهی در اثر کودتای 26 سرطان 1352، دکتر حقوقی مثل بعضی دیگر از اراکین آن نظام از کار برکنار شدند و مدت چند سال خانه نشین بودند و یک کار برای زندگی شخصی خود که معاون شرکت کوکاکولا شدند پیش می بردند. و بعد از 3 از کودتای ثور 1357 نظر به مخالفت های قبلی که با حزب دموکراتیک خلق افغانستان داشت، یعنی با گروه های پرچم خلق، اینا روانه زندان شدند و بعد از او اینا روانه زندان شدند و بعد از او که هجوم اتحاد جماهیر شوروی اینا یعنی از زندان پل چرخی رها شدند، برای یک چند به افغانستان بودند و بعد از او دوباره اینا راه مهاجرت در پیش گرفتن. در مهاجرت هم اینا برای ببخشید که من اینجا برای وقتی که اینا مهاجر شدن به همراه مرحوم دکتر سید محمد یوسف خان صدر اعظم سابق، اینا یک گروپ را به نام جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه برای آزادی افغانستان تحت ریاست مرحوم محمد یوسف خان
مبارزه یا پروسه را پیش بردن و به چندین کشورها اینا سفر کردن. در کنفرانسی که در سوئیس به خاطر انتقال قدرت صورت گرفت و همچنان دکتر صاحب حقوقی یک عضو ارتباطی امی تحکیم وحدت و مبارزه به امرای پادشاه سابق در روم بودند، ولی ماندار مرگ مجالشان نداد، چنانچه به تاریخ 9 دسامبر سال 1983 به عمر 49 سالگی جهان فانی را ودا گفتند که خداوند اونا را غریق رحمت کنه. و جنازه مرحومیشان به پشاور انتقال داده شد و در ادیره افغانهای مهاجر در اونجا به خاک سپرده شد، که خداوند آقای حقوقی را غریق رحمت کنه و رویشان شاد جاویدان باشه. و البته اینا از جمله افغانایی بودن که در مسئله استر محکمه افغانستان نقش بسیار بارز داشتن، و چنانچه ما این مکاتب از نزد برادرشان جناب محترم وحید جان ابراهیم به دست آوردم که وقتی که اینا به زندان پل چرخی بودن به این رقم کاغذها اینا مکتوب نوشته می کردن و همچنان بر روی یک کاغذ بسیار بسیار که بس فکر میکنم کاغذ سیکرت باشه که نوشته کرده بودن، که گویا ما آوازه شد که آقای حقوقی در زندان پلچرخی یعنی کشته شدن، اما اونا بر روی این کاغذ نوشته کردن که من عیاد دارم و زنده هستم و خانواده خود خواستن که خاطر جمعی بدن. به هر حال دوستان عزیز و ارجمن، چون مثل که من قبلا به شما گفتم که مسئله فساد اداری و محاکمات افغانستان یک موضوع بسیار اساس است و اینمی مسئله است که نظام و سیستم نسبتا ضعیف ساخته، مردم نمیتونن که وقتی که به قاضی ها مراجعه میکنن رشوت خوری فوق العاده در اونجا است، و ما ببینیم که در دوره دموکراسی که خود آقای حقوقی در دهه دموکراسی هم نقش بسیار بارزی داشتن چی کارهایی را انجام دادن. بر از این منظور من روی خط تلفن جناب محترم دکتر صاحب عبدالله کاظم از شمال کالیفرنیا از شهر سنوزی میخوایم داشته باشم که اونا معلومات بسیار زیادتری در مورد آقای حقوقی دارن. اگر زحمت نشه لیلوفر جان دکتر صاحب عبدالله کاظم بگیرن، یا اگر دکتر صاحب خودشان شماره تلفن برشان دادیم زنگ بزنن که به نمره 949-825-7400 لیلوفر جان دکتر صاحب شاید زنگ بزنن که شما او تلفن بگیرن که امرایشان صحبت کنیم، و در جریانی که امرای دکتر صاحب عبدالله کاظم بینندایزی صحبت میکنیم سر آقای حقوقی، صحبت های ما کم از امرای دکتر صاحب خلاص شد، چون در وقتی که دکتر صاحب ولید حقوقی رئیس ستر محکمه بودن و زحمات بسیار زیاده کشتن، برای اولین بار زنهای افغانستان داخل سیستم قضایی افغانستان شدن و ما تقریبا 4 زن به عیس قاضی داشتیم در او وقت، که بسیار مشکلاتی را که در مورد خانواده ها و اختلافات خانوادگی و جرایم اطفال به وجود می آمد و موضوعاتی که امرای زنها مطرح بس بود اونا کار می کردن، و این زنها را مندار برای تحصیل به کشورهای اروپایی و به کشورهای اروپایی فرستادن و دوباره اونا برگشتن و از جمله قاضی های بسیار زیاد مهمه بودن. نیفهم چطور دکتر صاحب گرفتن نمیتونیم شماره تلفنشان اگر داشته باشیم، یقینا که داریم امروشان صحبت کنیم. بله دکتر صاحب سلام، مزور هستم، بفرمایید. زوده جان گل سلام برسد برای شما و برای بیننده های پروگرام شما. من تشکر میکنم و خوش هستم من برای شما بلین هستم. بسیار تشکر دکتر صاحب گل. ما قسمی که اوضاع افغانستان میبینیم، البته دموکراسی افغانستان امروز بالای 3 قوه استوار است که قوه اجرائیه، قوه مقننه و قوه قضاییه است، و در بسیاری دموکراسی های پیشرفته جهان و شما معلوم است که قوه قضاییه یک ارگان مطلقا مستقل می باشه و در تصمیم گیری های مسائل بسیار مهم دولتی در آخر نقش خودش بازی می کنه. البته در افغانستان متاسفانه امروز با فساد اداری گسترده ای که است، یکی از قوت های بسیار مهم دموکراسی که قوه قضاییه است تقریبا فلج است. اما وقتی که ما به دهه دموکراسی سالهای 1343 و 1964 میریم که این سال آینده تقریبا 50 سال از دموکراسی در افغانستان میگذره، یعنی ما یک تجربه نو نیست بلخلاف ما تجربه کردیم دموکراسی را، در اینجا اشخاص بسیار زیاد نقش مهم را بازی کردن و از او جمله دکتر صاحب ولید حقوقی. شناسایی شما امرای دکتر صاحب حقوقی از چی نگاه است و شما اونا را چی نوع یک شخصیت فکر میکنید؟ ما اول خود تشکر میکنم از شما که به می سلسله همیشه زحمت کشیدین و نقاط مهم تاریخی را با این یادآوری ها البته مطرح ساختیم. واقعا ما میبینم که امروز بعضی از هنرمندای محبوب افغانستان وقتی این دنیا را ترک میکنه جای بسیار خوشی است که مردم قدردان ما
از خدمات از اونا یادآوری میکنن. البته در این راستا نه تنها هنرمندا بلکه استادا، شخصیت‌های اداری و سیاسی مملکت، همگی که در گذشته خدمات با ارزش را برای وطن انجام دادن قابل یادآوری است. یقیناً که در طول 3 دهه نسل جوان ما با گذشته های خود کاملا بیگانه شدن و ای که یک روز در افغانستان نظامی وجود داشته، آرامشی بوده و به طرف ارتقا در حرکت بود جامعه، اینا را نسل جوان به خاطر نداره. بنان ما لازم است که یاد دهانی کنیم و هم قدردانی کنیم از شخصیت های کلان خود. و می سلسله هم ما خوشحال هستم که امروز یک شخصیت محترمی را که یکی از نخبگان افغانستان بود و متاسفانه زندگی مجال نداد برش و ستاری زندگیش زود افول کرد، ولی باز هم نام از خود باقی گذاشت و البته کسانی که میراث فرهنگی دارن، میراث هنری دارن، در ساحه تعلیم و تربیت، در ساحه ادارت، در ساحه سیاست میراث از خود به جا میگذارن. بله. یعنی وقت خودشان نیست، او میراثشان مطرح است. یکی از شخصیت ها هم مرحوم دکتر سیب‌ولید حقوقی است که با آنکه خب از دهه دموکراسی همونطور که شما فرمودین 50 سال میگذره، ولی کار کرده از اونا و یادگار خدمات از اونا تا امروز در 2 ساحه بسیار مشخص وجود داره، چون اونا متخصص حقوق و به خصوص حقوق جزا اینا بودن و کارهایی که برشان در طول از اون مدت کوتاه خدمت کنم که 8 سال بود از روزی که از تحصیلات برگشتن و تا زمان که خانه نشین شدن بسیار مدت کوتاه بود، البته 8 سال، ولی در 8 سال کارهایی را انجام دادن که او کارها ثبت تاریخ شدن و تا امروز همون میراث ادامه داره، ولو که با نشیب و فرازهاست، ولی نظام و سیستم به همون شکلش البته بعضا منقطع شده و اما باز هم ادامه داره. راجع به سوال شما که من شناخت با مرحوم دکتر سیف حقوقی، من گذشته از او که پیوند خونی با ایشان دارم، پسر خالیم است، بر علاوه از او یک شخصیت ممتاز بودن که خب ما خوشحال هستم که نه تنها به حیث پسر خاله بلکه به حیث یک دوست نزدیکشان از نظر مفکوره و کار آشنایی سابق با ایشان دارم. اگرچه روز که اینا به تحصیل رفتن و برگشتن و بعد از اون من به تحصیل رفتم و برگشتم، فاصله دیدار ما در این 3 سال کمتر بود، ولی همیشه با هم در تماس بودیم و جریانات زندگی از اونا، کارکرداشان تا حد زیاد اطلاع دارم. بله. و بخصوص وقت انسان تاریخ را مطالعه میکنه، تاریخ معاصر را، و در اون میبینه دوره همونطور که شما فرمودین دوره دموکراسی که با انفاذ قانون 1343 یا 1964 یک تحول بسیار عمده آمد، وقتی انسان مطالعه میکنه از طریق مطالعه هم بسیار مسائل پیدا میکنه که شاید در تماسهای شخصی اونا کمتر بوده باشه، و یه هر دو برای من دست داد تا در شناخت دکتر سیف حقوقی هم با مطالعه تاریخ و هم با تماسهای شخصی آشنا باشم. دکتر سیب‌ولید، یک چیزی که شاید از عدم معلومات ما باشه، ما همیشه مسائل قضایی و قضات افغانستان در چوکات وزارت عدلیه فکر کردیم، اما قراری که ما به سوانه دکتر سیب‌ولید رفتم، اینا خود استر محکمه را به عیسی یک دستگاه مستقل دولت در او وقت یعنی مطرح کردن که بسیار مسائل مهمه میتونست حل کنه، و چنانچه متاسفانه بعد از کودتای 26 سرطان 1352 استر محکمه مطلقا لغو شد و ادغام شد به وزارت عدلیه افغانستان. خود شما چی اینه دکتر سیب حقوقی در وجود آوردن استر محکمه یک نقش بسیار بارزی داشتن و وظیفه استر محکمه در اون وقت چی بود؟ البته ما در 2 نقطه میخواییم، چون شما مسائل قضایی و عدلی را مطرح ساختین، خدمات دکتر حقوقی در 2 ساحه دیده میشه، یکی در ساحه امور سارنوالیست و دیگر در امور قضایی که ستر محکم است.
من اگر اجازه شما باشه در نقطه اول در امور سارنوالی باید بگویم که قبلا در نظام های افغانستان امور تحقیقات جنایی و عدلی مربوط ارگان پلیس، یعنی پلیس هم مجرم را می گرفت و تحقیقات ابتدایی را هم انجام می داد و هم حیثیت مدعی العموم را علیه از او، یعنی اقامه دعوا و اینا را آمادگی بر از او می گرفت تا به محکمه او را ارجاع می کرد. ولی قانون اساسی 1343 یک تحول عمده در این بود که خب با تأسیس اداره سارنوالی که امو دفتر مدعی العموم بود که دولت حق داشت که مسائل را تحقیقاتش و آماده بسازه و از محکمه بعد از اکمال تحقیق بسپاره، در اینجا قانون اساسی 1943 حکم کرد که سارنوالی جز قوه اجراییه باشه. بله ببخشیم، قانون اساسی 1343 بله، یا 1964 یا 1343. خب از این بعد همون 1343. بله ببخشیم که چی نشه. در اینجا پیش از اون همه صلاحیت ها به دست پلیس بود. بله. و در صلاحیت هایی که در دست پلیس بود در اونجا امکانات بسیار مختلف سوی استفاده ها، فشار، شکنجه، گرفتن اعتراف و زور و تغییر حالات در اونجا، مردم بسیار جا شکایت داشتن و هم از نظر نظام حقوقی کار درستی نبود که پلیس هر دو از این فر انجام بده و این مفهومی که در خود قانون اساسی 1343 آمد یک تحول عمده بود. در زمان صدارت مرحوم داوودخان حتی تمرکز دو وزارت به دست یک وزیر ایره کاملا مشخص ساخته بود که هم پلیس هم تحقیق و هم جزا اینا همش مربوط به وزارت عدلیه و وزارت داخله بود که در بودن. یک مرحوم سید عبدالله خان هم وزیر عدلیه بودن هم وزیر داخله بودن. یعنی تمرکز تنها بالای یک عرصه موضوع در یک مرجع شده بود. اما قانون اساسی 1343 ایره تفکیک کرد، سارنوالی را از پلیس جدا کرد، آورد به وزارت عدلیه و وزیر عدلیه را به حیث لوی سارنوال شناختند و اما کار اساسی ازی به دست معاون لوی سارنوال بود، چون وزیر عدلیه مصروفیت های مسائل عدلی و اینا هم به پیشش بود. یعنی تمرکز امی اداره جدید سارنوالی در دست مرستیال لوی سارنوالی که دکتر صاحب حقوقی بودن. دکتر صاحب حقوقی بودن؟ در این اولین پست کار کرد دکتر صاحب حقوقی بود که با تشکیل اداره سارنوالی به حیث یک اداره جدید فوق‌العاده نقشونده داشت و مخصوصا ای که با وزارت داخلی وقت قماندانی عمومی ژاندارم و پلیس باید اینا میششتن و صلاحیت های پلیس و سارنوالی را بر اولین بار از هم جدا میساختن و این سارنوالی را روی تشکیلات که باید بود جدید میاردن. شعب سارنوالی را باید در ولایات و ولسوالی ها تاسیس میکردن، علیه ارتشا و اختلاس اینا باید که بسیار معمول بود باید اقدامات صورت میگرفت و این دفتر را به شکل مدرنش که در دیگر جهان بود میاردن. نقطه بسیار اساسی در اینجا مسئله زندان ها مطرح بود. در بسیار زندانی هایی بودند که در او وقت به سرنوشت افتاده بودند و باید تحقیق می شدند و اگر مسئول بودند و یا مجرم شناخته می شدند باید دوسیه هایشان به محکمه می رفت، در حالی که بسیاری زندانی ها هیچ از سالها مانده بودند و هیچ تکمیل نشده بود مراحلشان و به محکمه نرفته بود. تصویر ازی هم به دوش امی اداره سارنوالی افتاد، اداره جدید تأسیسش. مهم نقطه دیگر در این مسئله زندان ها بود. بله. زندان‌های افغانستان به اون شکل عنعنویش از زندان دیمزن که کلانترینش بود گرفته تا زندان های ولایات و اینا همه به شکل بسیار بسیار قدیمی
و حالت بسیار خراب و زندانی ها مثل عمو دوری بربریت و غلامی در مابین زندان ها زندگی میکردن، اتاق ها خراب، شرایط صحی اینانه. و دکتر این وقتی که در سالنوالی آمدن، اینا به فکر هزی آمدن که باید زندان های افغانستان هم مطابق به شرایط روز تجدید نظر شد و سرشان اماراتی که دارای لوازم باشه و حقوق زندانی ها رعایت شد. اما بود که دکتر سیبالید حقوقی در مورد تأسیس زندان ها هم اقدامات کرد، چنانچه یک سفر در سال 1967 است گمان میکنم یا 66 است به امریکا کردن که تا وضع زندان ها را در چندین زندان نمونوی در امریکا ببینن، زندان های کلان را، زندان های خرد را و امو توقیف خانه ها را و اینا را، اگر بتانن مدل هایی را از طریق انتخاب کنن و برای افغانستان چی در سطح زندان کلان و یا زندان های خرد و توقیف خانه ها و اینا ای را به وجود بیارن، که خوشبختانه مراحل ابتدایی از این کار صورت گرفت، اما تحقق از این هدف در زمان جمهوریت شهید داوود خان صورت گرفت. ببخشید دکتر صاحب، چون ما بسیار سوالات داریم، اگر کوتاه جواب بتین. ما یک نوع به اصطلاح چطور بگیم مخشوش از فکر ما مابین سارنوالی و استرامحکم است. سارنوالی یعنی پروسیکیوتر یا پروسیکیوشن است و استرا محکمه یعنی سپریم کورت است. اما تر یک چیزی است؟ بله، شما سه وظیفه را میبینین: پولیس، دفتر اتورنی جنرال که در انگلیسی میگن برش، بله، که در اینجا وزارت عدلیه گفته میشه، اما کار اتورنی جنرال ایست که به نمایندگی از دولت قامی دعوا میکنه و هم قضایا را که پلیس منابع اولیش میده، اینا بیشتر تحقیق میکنن، دوسیه را آماده میسازن، با قضا میسپارن یا با محاکم میسپارن که محاکم رو ببینن. یعنی سه ارگان در این حالت است: پلیس تحقیقات ابتدایی میکنه، سارنوال تحقیقات را تکمیل میکنه و دوسیه را چیزش میسپاره به محکمه. یعنی سه مرحله. اما اینجا مثلا گفتن که ببخشین برای تشکیل اداره عالی قضا زیر نام استرا محکمه دکتر صاحب حقوقی بسیار کار کردن در او وقت. بله، قانون اساسی 1343 یک فصل داره به نام فصل هفتمش است که مربوط اداره قضاست. بله، و بر اولین بار است که قوای ثلاثی دولت که متشکل است از قوای اجراییه، قوای قضاییه و قوای مقننه، بله، این قوی دولت است. در زمان امروز این سه قوا از خود دارای استقلال هستند، یعنی یکی تحت تأثیر دیگه خود قرار نداره. از همون خاطری را به نام استقلال قوا سه قوای دولت یاد میکنن. قانون اساسی 1343 افغانستان بار اول اتکا کرد به می استقلال هر سه قوای دولت که می سه قوا باشن. بله، در قبل از قوی مقننه که امیر شورای ملی بود، خب به صورت نسبی یک نوع استقلال داشت که یک بحث جداست که تا کدام حد استقلالش رعایت میشه، تا کدام حد تحت تأثیر قوای اجرایه بود. ولی از نظر قوای اجرایه و قوای قضاییه، این قوای قضاییه مدغم بود در قوای اجرایه، یعنی استقلال نداشت، بله، وزارت عدلیه بود. اما قانون اساسی 1343 این را جدا کرد به حیث قوه مستقل، رکن سیوم یا یکی از ارکان ثلاثی دولت. بسیار. و اینجا در افغانستان امی سپریم کورت به نام استرا محکمه یاد کردن و امی فصل هفتم قضا که 11 ماده داره در قانون اساسی 1343 مشخص ساخت بر استرا محکمه و گفت که عالی ترین ارگان تصمیماتی در مورد مسائل قضایی افغانستان است و صلاحیتش صلاحیت مستقل است. که در این دکتر صاحب حقوقی نقش بسیار بارز داشتن معلوم دار. در این حالت شما قانون اساسی 1343 ماده 127ش حکم میکنه که باید استرا محکمه به تاریخ 22 میزان 1343 تأسیس شوید، در خود قانون اساسی است. بله، و برای امی حکم قانون اساسی استرا محکمه در امون ماه میزان 1343 تأسیس شد
مانچستر محکمه افغانستان متشکل از 9 قاضی است، یعنی قاضی های استر محکمه عالی ترین قضات هستند که به امر یا به فرمان پادشاه وقت مطابق به مو قانون 1343 اینا تعیین می شدن و به فرمان پادشاه از جمله 9 قاضی یکیش به حیث رئیس یا قاضی القضات تعیین می شدن، مقرر میشه از طرف ده. اما اینجا یک باریکیست ببخشید دکتر صاحب، گفت شما را قطع کردم که دکتر صاحب حقوقی در ای از جمله نو قاضی بودن یا رئیس استر محکمه شده بودن؟ نه خیلی، من بر شما میرم میگم در قانون اساسی سن نو قاضی باید از 35 ساله کمتر نمی بود. بله، یعنی نو قاضی که از 35 ساله و از بین از اونا کسی که باعث رئیس قاضی القضات تعیین میشد باید سنش حد اقل 45 و حد اکثرش 60 ساله میبود. بله. و این اساس دکتر صاحب حقوقی وقتی که استر محکمه تأسیس شد اینا 34 سال عمر داشتن. بنابرای اول اینا باعث آمر عمومی اداری قضا مقرر شدن. بله. و یک سال در که سن 35 تکمیل میکردن به اساس فرمان پادشاه به حیث قاضی استر محکمه جز 3 نفر با حفظ امو حقوق و آمریت اداری مقرر شدن. بله. و در اون زمان البته سنشان ایجاب از این نمیکرد که قاضی القضات باشن، از او خاطر پوهان صاحب مرحوم دکتر زیایی اونا قاضی القضات بودن. بله. براز بودن اونا به حیث هم قاضی و هم به حیث قاضی القضات وقت تعیین شدن. خب دکتر صاحب چون ببخشین وقت ما محدود است، ما دو میمان دیگه رو داریم، من یکم میخوایم مختصر سر کار دیگه دکتر صاحب حقوقی اگر صحبت کنیم که در دوره 13 انتخابات شورای ملی اینا به عیس یعنی به عیس رئیس عمومی کمیته مرکزی نظارت انتخابات هم تعیین شدن و تا جایی که شنیده شد انتخابات به بسیار صداقت و به بسیار پاکی پیش بردن. در این مسئله نظر شما چی است؟ و در دوره چهار البته اگر این یک بسیار مختصر راجع به کارکردهای دکتر صاحب حقوقی دستر محکمه بسیار مختصر نام ببرم. بله. چند نکته را من میخوام بسیار مختصر بگویم. استر محکمه نو تأسیس شده بود و آمر عمومی داریش هم اینا بود، در حقیقت گرداننده همه امور استر محکمه در تمام موارد زیر نظر البته قاضی القضات صاحب که اونا خب سپرده بودن اداره را برای دکتر حقوقی، واضح هست. کار اولشان تنظیم تشکیلات استر محکمه بود، محاکم در ولایات ولسوالی ها اینا، البته یک بحث است که ما نمیتونم حال سرش جا بله بله. دوم را که اینا کار کردن رشته قضایی را در 15 حقوق و علوم سیاسی آوردن که پیشتر تنها در 15 شرایط بود. بله. و طبقی اوناس را به حیث قاضی چانس دادن که شامل شدن، در حالی که بیشتر از او ما هیچ وقت از طبقه اوناس قاضی نداشتیم. بله. نقطه هم کاری کردن مسئله کار ایجاد دفاتر تعمیرات برای استر محکمه و برای محاکم ولایت و ولسوالی ها بود و مخصوصا سهولت برای سکونت قضات برای از یک از زیر تحصیل والی ها خلاص برای از اونا سهولت هایی را برای اطراف تعیین کردن و بوجود و دیگر کورس های استاج قضایی بود که چون تجربه اول بود و هیچی تجربه پیشتر از اون نبود، این کورس ها را بسیار مؤثر بود برای تربیه جوان ها و قضات جوان و دایر کردن سیمینار ها. اقدام دیگهشان در ساحه قانونگذاری و چی استر محکمه بود، چون تاسیس جدید شده بود و بعض اصولنامه ها مقررات و قوانین اینا را البته تدوین کردن که البته یک قسمتش به وزارت عدلیه هم تعلق می گرفت ولی قسمت های خاص مربوط خود استر محکمه از طرف خود استر محکمه ترتیب شد که در امو وقت. و دیگه ایجاد محاکم اختصاصی بود که قبلا
این سابقه نداشت، مثل محکمه مامورین، محکمه جرائم ترافیکی، محکمه امور تجارتی، محکمه فامیلی، محکمه اطفال و از کل شده مهمتر محکمه مواد مخدر بود. این هم بسیار مهم است. و دیگه بر اولین بار در تاریخ افغانستان قضات در وقتی که به مسند قضا میشینن باید با اون یونیفرم لباس مخصوص خود باشه، که این هم یکی از جمله کارکردهای است. و نقطه دیگه که مهم بود برای امی قصر دارلمان دستی سخته بود، یه دوباره آقای حقوقی و مو شرکت خانه‌سازی قرارداد کرد که شرکت ساختمانی دولتی بود و او رو دوباره ترمیم کردن و بسیار بسیار نمیفهم یاد شما یقینا باشه و بسیار مقبولی دوباره وزارت عدلیه و هم ستر محکمه در اینجا جاگزین شدند. یا البته هر کدام از یک مبحث جداست که نظر به کمبود وقت ممکن است. بله بله، وقت ما کم است دکتر سویگل، چون میمانای دیگه منتظر است. بله، آمدیم به سر مسئله انتخابات. در اینجا یک باریکی وجود داره که دوره 13 انتخابات شورای ملی یکی از مهمترین دوره ها در طول بعد از دوره 7، البته بگویم که 7 هم در او بود در زمان شما خان، یقینا شما اطلاع دارین از اون. دوره 13 هم از مهمترین دوره های شوراست و البته همونطور که شما گفتین که آقای حقوقی به فرمان پادشاه رئیس عمومی کمیته مرکزی نظارت انتخابات این دوره تعیین شد، ولی قانون انتخابات بسیار مهم است که در این دوره انتخابات به اساس قانون انتخابات، چون شورا نبود که را تصویب میکرد، قانون انتخابات به وسیله فرمان تقنینی ای نافذ شده بود و صورت گرفت. از او خاطر دکتر حقوقی به حیث قاضی ستر محکمه چانس از این را داشت که نظارت از این را به عهده بگیره. ولی در دوره 14 وقتی که قانون انتخابات از طرف شورا پاس میشه، یعنی دیگر نیست، در اونجا محدودیت های وجود داره که قاضی ستر محکمه نمیتونه در این زمان نظارت امور انتخابات را داشته باشه. بله. از اون خاطر آقای حقوقی با اینکه پادشاه اعتماد کرد و این وظیفه را مجدد برش سپرد، ولی چون با مشکل قانونی مواجه بود در این دوره نشد. اما در اینجا یک باریکی بسیار بسیار کلی وجود داره که من میخوایم میره در آخرین نقطه به شما بگویم و او ایست که مطابق به قانون اساسی 1343 دوره کار هر قاضی ستر محکمه 10 تعیین شده بود. بله. و بعد از این که 10 پوره میشد، اگر تجدید ماموریت میشد از طرف پادشاه، درست در قانون آمده و در غیر از اون اونا مدام العمر امو پیسه امتیازات خود را میگرفتن و در کارهای اجراییوی، یعنی قوه اجرایه، حق عزیز نداشتن که دوباره شاملشن بعد از ختم دوره 10. بله. اما خلایی که در قانون اساسی 1343 در این حالت وجود داشت، مسئله استعفا و قبول استعفای از اینا بود. یعنی قبل از موعد به سر رسیدن 10، چون صلاحیت مقرری از اینا را پادشاه داشت، اما سکوت قانون اساسی در مورد قبولی استعفا یک معضله پیدا شد و در او آده بحث بالا شد و قانون را که ستر محکمه تیار کرده بود به نام قانون تنظیم و صلاحیت تشکیلات قضایی، در این دو ماده درد شده بود که پادشاه میتونه قبل از اکمال دوره ماموریت قضات ستر محکمه استعفایشان را قبول کنه. بله. و در اینجا بحث سیاسی بالا شد، برازی سیاسی بود که خب پادشاه در این قانون راه باز میشد که قاضی ستر محکمه پیش از پوره شدن دوره 10 خود استعفا بده، استعفایش قبول شد و او دوباره بتانه در قوه اجرایه داخل شد. اینجا شورا البته در او آدم مشکلات هم شما خبر داریم که زد و بندها بسیار زیاد بود. یکی دیگه اینطور شایعاتی بود که گویا با این قانون میخواین که مشخصا بگویم که دکتر سیب حقوقی از قضا برای داخل قوای اجرایه شد و آوازه بود در مرحله اول که در قدم اول به
وزارت داخله منصوب شوند و در قدم دوم به صدارت گماشته شوند. بله. و اینجا مشکلات پیدا شد و همی برای شورا در رخصتی رفت. این قانون بحثش های کودتا شد و قضا. بسیار تشکر دکتر صاحب گل، بسیار مهربانی کردن. یک قسمت زیادی صحبت ها را در مورد دکتر صاحب حقوقی کردن که شما یک آشنایی امرایشان داشتن از سابق. خوشحال شدم که شما را روی خط تلفن داشتم. انشالله در آینده باز هم روی دیگه مسائل صحبت میکنیم. موضوع توافقنامه امنیتی که بسیار مهم است که او هم معلوم دار سرش صحبت شود. در هفته آینده انشالله شما را روی خط تلفن میاریم که در اون مسئله نظرتان بدین، چون میمانای دیگه ما منتظر هستن. تشکر بسیار زیاد. خب از اتاق انتظار خواهش میکنیم که خانم نجیبه جان که تخلصشان نجیبه جان رحمانی هستند، یکی از قضات وقت بودن و یکی از قاضی های وقت بودن از جمله طبقه اوناس، اگه اونا را ما روی خط تلفن داشته باشیم که اونا هم همکار دکتر صاحب حقوقی بودن. خوشحال میشیم که صحبت از اونا را بشنویم و امید است که اونا هم صحبت کوتاهی داشته باشند. که باز آقای احسان مایا را از نیویورک میگیریم که اونا سر کارهای اخیری را که آقای حقوقی انجام دادن او را صحبت های از اونا را بگیریم. امید است که نجیبه جان روی خط تلفن داشته باشیم. از اتاق کنترل خواهش میکنیم که اونا را بگیرن. صحبت هایی که دکتر صاحب کردن ماندار صحبت های بسیار جالب بود و ما باز هم بیننده های عزیز میگم که این موضوعات ارتباط داره به هم که ما در یک فساد اداری در افغانستان قرار داریم و عموما فساد اداری را قوی که میتونه واقعا جلوش بگیره مسئله قضات است، قوی قضایی است، محاکمات است که اگر ما محکمه های صحیح داشته باشیم و قاضی های درست و صادق باشه این مشکل تقریبا در افغانستان میتونه حل شود. اگر خانم نجیبه جان گرفته نمیتونین آقای احسان مایا را بگیرین لطفا به نیویورک، که باز وقت ما معدود است. ما به ساعت 12 دیگه مهمان داریم و اونا را به اسم دار از فرانسه بگیریم اگر زحمت نشه. و مندار یاد کردن از این اشخاص بسیار زیاد مهم است. قسمی که دکتر صاحب کاظم در شروع برنامه گفتن، ما یقینا از هنرمندای ما یاد میکنیم، از آوازخانای ما یاد میکنیم، اما از کسایی که در مسائل اداری افغانستان نقش بسیار بارز داشتن باید است یاد شود. برای زی میتونیم که از تجربه های از اونا ما بیاموزیم و به اصطلاح فرمان روی خط تلفن هستن. خانم نجیبه، خانم نجیبه رحمانی هستن؟ من مایار هستم، احسان مایار. سلام آقای مایار، صحت شما خوب؟ خوشحال شدم صدای شما رو میشنوم. روی خط تلفن خوش آمدین به برنامه زوره. مهربان هستین، تشکر. خبرداری میکنین آقای مایار؟ ما صحبت ما امروز راجع به دکتر صاحب ولید حقوقی است و مندار راجع به کارنامه هایشان در دوره استرا محکمه و در دوره که جوان بودن و قاضی بودن. دکتر صاحب عبدالله کاظم بسیار مفصل صحبت کردن و از نزدیک هم میشناختنشان و کارهای بسیار مهم را دکتر صاحب حقوقی در وقتش انجام دادن. اما زمانی که اینا رای مهاجرت اختیار کردن بعد از اینکه از زندان پلچرخی برآمدن و اشغال اتحاد جماهیر شوروی، اینا به تشکیل با شما یک جا فکر میکنم یک فعالیت سیاسی را آغاز کردن به خاطر رفع مشکلات سیاسی افغانستان. ممکن است در این مسئله یکم شما اگر روشنی پرتن خوشحال میشه. ما خود خدمت شما اول عرض کنم، تشکر میکنم از اینکه شما یاد بودی یک شخصیت به این شکل گرامی و مزمان مردم میرسن پس به یاد میکنین در ایالت تاریکی که در افغانستان حاکم است. بله. برای ما یک بسیار خوشی است که یک شخصیت مثل دکتر ولید حقوقی مرحوم یاد شود. در تشکر، بفرمایید. بار اول اصلا در سال 1981 در ماه جولای بود. بله. دکتر عرفان فطرت یکی از شخصیت های بسیار مبارز و که تا به آخر زندگی خود در راه آزادی افغانستان فکر میکنم که در کالیفرنیا این بیانیه میداد، سرش اتک قلبی آمد و فوت کرد. تا او وقت ای قدم اول از این رابطه عرفان فطرت هم رای عبدالمجید خان زابودی که هم یک شخصیت بسیار بزرگ افغانستان بود همراه از رابطه داشید، جورجیا زندگی میکرد فطرت و آقای زابودی مرحوم در باستان زندگی میکرد و همین امکانات شد که یک تحرک سیاسی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان پیدا شد برای مبارزه آزادی افغانستان. و این قدم اولی که این امکاناتش میسر شد دکتر یوسف خان مرحوم که هم یک تا آخر عمر در راه آزادی افغانستان جان خود داد. ما هم در ماه گمان میکنم جولای 1981 در قصر بوکو که در حومه مونتروز
ژنو نزدیکش است، در اون یه دقیقه سر یک جا شده می یک مرکز بسیار مهم مراکز آزادی خواهای مخصوصا ممالک افریقایی دمیج آغاز شده. بله. در روز اولی که مذاکره شد در اینجا دکتر حقوقی مرحوم بار اول من در اینجا دیدم، آخری دفعه در کابل چندین سال پیش دیدم و در اینجا دوم بار بود. یک مرد خوش‌چیما و خنده بسیار ملی شیرین داشت صحبت میکرد و در مبین صحبت ما بین یک دیگه شیشت ما یک جای دیگه در میز و فیصله شد که بعد از سگایت برای تصوید اساسنامه امی جنبش سیاسی باید تعیین شده. بله. تا جای به خاطر دارم دکتر حقوقی مرحوم یکم اگه بلند صحبت کنین ببخشین آقای مایار صدای شما. بله. دکتر حقوقی مرحوم بود، دکتر حکیم طبیبی مرحوم بود و دکتر قاسم فاصلی که زنده است الحمدلله، سه نفر یکی دو نفر دیگه هم بودن تعیین شدن. ما در اتاق جدا رفتن و یا سر یک شوه تا نصف رای شد بیشتر سر یک مساویدی بسیار بزرگ از این جنبش کار کردم که مساویده در موان من اشتای من که من یک سلسلی از این بخش 22 میشته سیدار در جمعیت تحکیم آزادی برای آزادی افغانستانی نشر شده و نوشته شده. دکتر حقوقی یک مرد در موان صحبت خود بسیار یک انسان گیرا و استدلالی که میکرد استدلال بسیار قوی بود دامن مذاکراتش و ما فکر میکنم که بسیار ساده گفتم میتونم که همین نام اصولا که این مخفف انگلیسی همین جنبش سیاسی بود این زاده تفکر اینمی مرحوم آقای حقوقی بود. از یک بعد از کار میکردن آمده می خلا شد به هر صورت جمعیت تحکیم و عدد زاده شد و برامد در اینجا شخصیت های خوبی افغانستان کسایی که اینجا امکاناتش میسر بودن یا تشریف داشتن یک تیز یادشان به رحمت حق پیوستن یک سی دیگهشان هنوزم تعدادشان مردودشان زنده است. اصلا وقتی که انسان میبینه که می جنبش های آزادی که در مراحل آخیر خود که باید به یک جای برسه وقتی که نمیرسه دقات از او یک چیز دیگه میدره که امروز می صحنه امروزی افغانستان رو میبینیم یکی از صحنه های تصنعی است که داخل افغانستان حاکم شد که مسیر اصلی مبارزه ملت افغانستان مانع شد. آها یقینا این گپ بسیار معقول. آقای مایار قسمی که ما شنیده بودیم در او وقت در سال 1983 که باز آقای حقوقی متاسفانه وفات میکنن گویا اتحاد جماهیر شوروی حاضر به این شده بود که از افغانستان برای اشتباه خودش فهمیده بود و مندار صحبتهای با روم شده بود که متاسفانه به جایی نرسید. اینطور بود که صحبتهای با روم که شده بود در اون وقتی که ما در اصولای کار خود میکریم در جرمنی و رابطه امرای روم هم شده امرای علازاتی موضوع بحث میشد و در اونجا دفتر باد ساخته میشد دفتر روم. اولین نفری که از طرف ما امیعیت تعیین شده بود دکتر ولید حقوقی بود. اها. او در روم رفت چند مدت تیر کرد متاسفانه که زندگی بخت ما یاری نکرد برای حقوقی سب در آخرهای گمان میکنم 82-83 فوت کرد. بله. خب به هر صورت تو رفت چیزی که گذشته را پس کشتانده نمیتونم و فقط یاد میکنم به این که شخصیت خود حقوقی در راه مبارزه آزادی تا به آخرین لحظه که ما رفتیم به دیدنش دکتر یوسف خان مرحوم و ما رفتیم به خانه به دیدن سان آگوستین زندگی میکرد. خانم محترمشان معین در اونجا تشریف داشتن، در اونجا حالت ضعیفی از این معلوم میشد اما هنوز هم یادش من فکرش این بود که چی آدم کلمه میتونه بعد چی حالت بکنه. وقت مریضیشم که بود یک دفتر در بند داشتیم یه هفته سه روز تقسیم کرده بودیم بین دکتر ولید حقوقی و دکتر امین فرهنگ و ما که از فرانکفورت میمدیم که در اون دفتر روزانه کسی باشه و ولید حقوقی در مانت مریضی هم می آمد. و آخر سرنوشتش همون بود که در شفاخانه وینوس بک دکتر یوسف خان و دکتر امین و فرهنگ و ما سیم و دیدنش رفتیم و مرحوم دکتر ولید حقوقی همراه آقای شریف عجیر وزیر مختار بود یک زمان در سفارت افغانستان در بن یه دویشان در یک بستر بودن و هیچ یاد من میره که وقتی رویش رو میبوسیدم برای خداحافظی خودم نیمه بالا کرد گفت احسان جان افسوس است که من باید پشاور رفتن نمیتونم. اها. و همین آخری باری بود زندگی من صدای مقبول زیر شنیدم و من رفتم پشاور. مدت کمی تیر شده بود به نمایندگی علازت یک هفت نفر تعیین کرده بودن تا جبهه متحد
در پاکستان تشکیل بکنه که من سر زیان میاره نوشته میکنم خاطراتش رو. بله. در آنجا معلن نشر میشه. روز تلفن آمد از دکتر یوسف خان مرحوم برای گفت گفته که به احسان دکتر ولید فوت کرد. ما گفتیم خوب است فکر چی کده نمیتونیم در رای حق تصیلی کده نمیتونه هر چی که رایش هست بود. گفته که حالی میخواید که روان کنن پشاور. گفتیم روان کنن پشاور ما در اینجا هستیم خدمتشان میرسیم. پس تلفن کردن گفت ما نفهمیده کنم آدرس ایردوان کنیم. گفتم آدرس مرا برشون نوشته کنیم. من در هتل دین زندگی میکنم. آدرس مرا به سر تابوتشون نوشته کرده. ولی دو قیل خداوند ببخشه آورد. بله سیاد شکر آقای مایار. اونا را خدا غریق رحمت کنه و در ادیره افغانهای ماجر در امو اواشی شهر پشاور به خاک سپرده شدن. بله خدا ببخشه. بسیار تشکر کردم. اینجا من یاد از این میکنم از دوستی های مردم در اینجا عبدالقدوس خان بارکزه کرامل بلده این خاطر اومد این بالای سر قبلش استاد شد و در اینجا گفته که مایار گفت ما سر حقوقی یک انسان پاک بود. من همی خواهیم که پیسه دست خورده اسقاط از این توضیح شد. ما از بانک پیسه نو آوردیم پول نو روپی که پاکستانی آورده بود و می خواهیم دست نخورده چون خود از یک انسان پاک بود اسقاطشم از پول پاک تقسیم شد. این خودش یک نشانه بسیار برجسته است که آدم در زمانی که پرقدرترین یکی از آدمهای در اداره افغانستان بود این با بسیار پاکی در خدمت افغانستان خدمت خود کرد. بله. و از این که بزرگتر به یک انسان نصیب دیگه نمیشه هر کسی در دنیا رفته نیست ما این که در آخر عمر به نیک یاد میشه نمی کنم بزرگواری خدمت شد. بسیار تشکر آقای مایار. بله بسیار تشکر از شما. خداوند اونا را غریق رحمت کنه. بله. تشکر از اینکه روی خط تلفن آمدن. یقینا در مسند قاضی بودن صداقت و راستی بسیار زیاد مهم است و ما آل خانم نجیبه رحمانی را روی خط تلفن دارم که اونا هم یکی از جمله زنهای قاضی بودن در وقتش در دهه دموکراسی که صحبت های از اونا را میخواییم بشنیم. بفرمایید نجیبه جان روی خط تلفن هستم. سلام امید صحت باشه. بله هستم. شما که چی تجربه همکاری امرای آقای ولید حقوقی دارین؟ ممکن است یک کم در موردش کوتاه صحبت کنین که وقت ما کم است. بفرمایید. نظر به پیشنهاد و تاکید زیاد مرحوم دکتر سید ولید حقوقی انتصاب قضات در سبقه اوناس در کز قضا تصویب و فرمان عقص کردید. بله. بعد از محکمه اطفال و فامیلین بعدن محکمه اطفال و فامیلی نه تنها به ولایت کابل بلکه در چندین ولایت دیگر هم تأسیس گردید. مرحوم دکتر صاحب آقای حقوقی تمرینات قضایی و کورس های استاج را بله که به صورت عملی و نظری برای مدت یک سال در کورس قضا قبل از انتصاب قضات بایس قاضی مریو لویزا قرار دادن. اولین دوره قضات اوناس در مملکت ایفای وظیفه می کردن عبارت بود از سرایو جان پرویز، جمیله جان، راهل عبیب و اولیا جان نظری و خودم که در سال 1967 شروع به کار کردیم. آها بله این بسیار مهم است. بله و از جهت شما اختلافات فامیلی و مسائل اطفال علی فصل می کردن در او وقت؟ اختلافات فامیلی و موضوعات اطفال داخل خود فامیل که روی کار می آمد البته می آوردن به محکمه اطفال و زیر سن 16 حکمی که صادر می شد اینا را به شلتر مخصوصی که از طرف آقای حقوقی تأسیس شده بود به شلتر فرستاده می شد. و شلتر البته جایی نبود که اینا تنها به حساب زندگی عادی پیش برن بلکه به حساب اسکل یا مسلکی تمام چیزایی که لازم بود اینا یاد می گرفتن که در آینده مصدر خدمت با وطن شد. بله چقدر مهم بودی. بله بسیار خوب. بسیار مهم. بله و تمام قضات محکمه اطفال که از جمله ما و رایل جان که همیشه به محکمه اطفال بودیم می رفتیم هفته یک بار می رفتیم از نزدیک می دیدیم که اطفال چی می کنن و چی عملیات را اینا و چی وظایف را اجرا کردن و چی یاد گرفتن. بله. تمام راپور را می گرفتیم و می آمدیم داخل پرونده یا داخل دوسیشان می گذاشتیم. نجیبه جان گل بعد از شما دیگه خانم ها آمدن به دستگاه قضایی افغانستان؟
4 سال بعد شایسته جان رحمانی، بله خداوند رحمت کنیشان، بله اونا آمدن 4 سال بعد و از محاکم شرعیات خانم های دیگه تشریف آوردن و فعلا در خود افغانستان 50 نفر ما قضات از طبقه اوناس داریم که ایفای وظیفه میکنن با بله. و ما فکر میکنم محاکم فامیلی، بله یکی از محاکماتی که بسیار در افغانستان به درجه بالا کار میکنه محکمه ولایت هرات است که به سرکردگی یک خانم به اصطلاح لوی سارنوال از او یک خانم است به نام خانم بشیر که نام اولشان متاسفانه فراموشم شده و تقریبا با بین 76 تا 80 فیصد مسائل قضایی به شکل بسیار شفافش حل و فصل میشه که یک خانم در رسش است. خانم نجیبه بسیار کوتاه میخواهیم بفهمم که تمام کارهایی را که در محاکمات صورت میگیره و شما در این کارها را انجام میدادن این خود آقای حقوقی از نزدیک بررسی میکردن؟ بله بر پیشرفت کارهایی که برای پیشرفت و متباقی کارهایی که به دست ما بود آقای حقوقی بعض اوقات دوسیه ها را میخواستن و از نزدیک بررسی میکردن و میدیدن که آیا امی تصویبی که از طرف خود از اینا شده و از طرف خود سر محکمه شده آیا قابل قبول است، اجراتی که ما میکنیم قابل